ببینید ما میتونیم این قسمت پرنده ها رو جای اینا تغییر بدیم، مثلا بیاریم این قسمت، به این قسمت میتونیم یک دونه مارک اندروید بزنیم، فقط کافیه اکثر از جایی که داریم بکشیم بروی دکستاپ و محل قرار بدیم. ببینید این قسمت رو به اندازه کمی نور باشه درست کنیم و این قسمت قرار بدیم. حالا خواسته باشیم آدرس و مشخصات تابلو درست بکنیم چیکار بکنیم؟ ببینید تابلو به سه بخشه، یکی بخش هدره که تا اینجگاه میشه، یکی بخش فوتره که این پایین میشه، یکی بخش بادیه که بادی زیبی قسمته. به قسمت بادی غیر از عکس و وقتا دیسکریپشن یا معلومات هم اینجا نوشته میشه و دیگه هیچ چیزی نوشته نمیشه. توجه داشته باشین که تابلو همیشه باید استاندارد باشه، اگه چیز زیاد هم نوشته باشه کسی توجه نمیکنه، اگر کم هم نوشته باشه کسی توجه نمیکنه. مثلا ببینید ما اینجا می نویسیم موبایل فروشی احمد، ببینید مثلا اول اندازه فونتر رو بزرگ بکنم، از این قسمت فارسی کنیم، ببینید موبایل احمد، دو کلیک میکنیم انتخاب میکنیم، از این قسمت رو کلوف میکنیم و از این قسمت میگیریم و بزرگ میکنیم. ببینید به شکل اگر خواسته باشین که رنگ دیر تغییر بدیم، خب رنگ دیر به رنگ همی آسمان میکنیم، این قسمت کافیه بروی از این گزینه دو کلیک بکنیم، ببینید به این قسمت و روی از این پنسل کلیک بکنیم و به یکی از قسمت های از این آسمان کلیک بکنیم، ببینید اوکی کنیم، حالا وقت فضا خیلی کلیک کنیم متوجه میشیم. ما این دوباره انتخاب میکنیم، میاییم به زی سایه میدیم، ببینید از این قسمت روی از این گزینه دو کلیک بکنیم، از این قسمت اندازه سایه خود مشخص کنیم، مثلا اندازه سرم انتخاب میکنم، از این قسمت سایه رو من میاییم سفید میدم و این گزینه ها رو تیک بزنیم به خاطر از اینکه صافتر و قشنگتر بیاییم. ببینید حالا اگر من فضا خیلی کلیک بکنم تقریبا میشه گفت که خوب آماده، اما سایه کمه، باید این زیادتر بکنم. این قسمت دوباره کلیک میکنیم و این به 80 به 80 تبدیل میکنم، ببینید حالا اگر کلیک بکنم ببینید قشنگتر شد، بازم کمه، باید از این به 16 تبدیل کنیم، حالا بهتر شد. خوب موبایل وسیله‌ایه که تمام کسا از استفاده میکنه و اکثر مردم الان که موبایل استفاده میکنه حداقل ABC موبایل میفهمه. پس بلند شما باید هم اسم تابلو به انگلیسی بنویسیم هم به فارسی بنویسیم، مثلا یال موبایل احمده به اینجی مینویسیم احمد موبایل، که اگر شما از سیستم اندروید استفاده میکنیم یا هر نوع کار شما در هر بخشی از موبایل ها که هست نمیتونیم اونا رو به اینجا لیست کنیم. ما فعلا یک موبایل نوکیا انداختیم، شما میتونیم 3-4 تا موبایل به صورت کوچیک و بزرگ، مثلا یک دونه به این شکل، یکی دیگه کوچیکتر، یکی دیگه کوچیکتر، به می شکل میتونیم چندین موبایل به اینجا بسیار شلوغ نباشه، 2-3 مدل موبایل بیشتر به این قسمت قرار ندیم برای تابلو. خوب ببینید ما یک موبایل احمدی هم به این قسمت درست میکنیم، احمد موبایل، که این بخش هدره بود. بخش فوتری پایینه که شما توجه داشته باشین که همیشه روی تابلوهایی که می‌نویسیم 2 بار یا 3 بار اسم موبایل احمد باید بیایه. به این قسمت شما میتونیم که ما خیلی روی موضوع صحبت نمی‌کنیم، به این قسمت شما میتونیم انواع موبایلایی که استفاده می‌کنیم اونا رو بنویسیم، مثلا فونت زیر مبادر کنم. اگر خدمات در نوشته میکنه خدمات ما به صورت تضمینی یا ضمانتی، هرچی که دوست داشتیم اینجا می نویسیم. خب ما کوتاه می نویسیم به خاطر اینکه خیلی وقت ضایع نشه. به این قسمت هر موضوعی که داریم تحت 3-4 خط به این قسمت می‌نویسیم. توجه داشته باشین که از 3-4 خط بیشتر عبور نکنه.
به این قسمت هم اگر خواستیم شما رو موبایل خود بزنیم مشکل نداره، ولی کوشش کنیم به این قسمت ها چیزی ننویسیم، که اگر چیزی بنویسیم اینا از حالت استاندارد خارج میشه و تابلو شما دیگر تابلوی نمیشه که از نگاه استاندارد درست باشه. تابلو خب فعلا به افغانستان یا به ایران و هر کشور دیگه که شما زندگی می‌کنید تابلوهای غیر استاندارد بسیار زیاده، فقط هر کس بیکار شد عاجل یک خط نوشته میکنه، او استاندارد نیه. چیزی که استاندارد چشمر نمیزنه آدم اذیت نمیشه امینه، هر کس هم تابلو ببینه دائم به یاد میمونه از یاد نمیره. توجه داشته باشین که موبایل احمد یکی دو بار دیگه، مثلا شماره تلفن موبایل احمد یا آدرس موبایل احمد که به اینجا می نویسیم حتما موبایل احمده یا انگلیسی به اینجا درک بکنه، چون این جز قانون طراحیه. خب ببینید ما فعلا یک موبایل احمد قشنگ جادگی بنویسیم بیاریم بیر انتقال بدیم به اینجا. ببینید داخل فونت ها جستجو میکنه ببینید کدام موبایل کدام نوشته به تابلو ما میخوره. ببینید ای نوشته بیشتر به تابلو ما میخوره، یا میتونیم یک نوشته شوخ پیدا بکنیم تا کلن فضا عوض بشه. ببینید خب امیر انتخاب میکنم، دو کلیک بالا میکنیم، ببینید ای تا بره دوباره روی دیگه گزینه دو کلیک میکنیم، ما یک فونت انتخاب میکنیم که به آها روی دی کلیک میکنیم، صبر میکنیم تا باز بشه. شما میتونیم هر کدوم از این فونت ها رو انتخاب بکنیم. توجه داشته باشین که این بسته فونتیه که شرکت رادن مفتار داره و این فقط به درد کارگاه چاپ یا چاپخونه ها میخوره، به درد آدم های معمولی نمیخوره. اگر احیانا یک چیز نوشته ضرورت داشتیم از طریق فیسبوک پیست کنیم، ما شما می نویسیم و ارسال میکنیم. ببینید اول اندازه ایرمی ایمیج مشخص میکنیم، ایرمیاریم برو 6000 پیکسل پایین رو هم میاریم بروی خب 6000 پیکسل تمام شد، ایرم روی 300 دی پی آی میاریم 300 و این روی 2000 میاریم. ببینید خب این میکشیم تا به آخر تا باز ببینیم چی کار میشه. ببینید از این قسمت میاییم احمد نوشته میکنیم، توجه داشته باشین که این نرم افزار